واسه درست کردن یه بورک مرغ و قارچ خیلی خوشمزه، اول 150 گرم سینه مرغ بدون استخون رو بعد مربعی خورد کنیم، جوری که تیکه هاش تقریبا ریز باشن. سینه مرغمون تقریبا تو این سایز خورد بشه، عالیه. حدودا 200 گرم قارچ هم میخوایم که بعد اونا رو مربعی خوردشون کنیم. حالا توی مایتابه یکم روغن میریزیم و یه پیازو که نگینی خورد کردیم و بهش اضافه میکنیم و یکی دو دقیقه پیازو تف میدیم. بعدش نصف قاشق چای خوری زردچوبه میریزیم و یکم هم میزنیم. حالا سینه های مرغ خورد شده رو هم به پیازامون اضافه میکنیم و 2-3 دقیقه با پیازا تفتش میدیم. بعدش 1-1.5 قاشق چای خوری نمک با نصف قاشق چای خوری فلفل سیاه هم میریزیم و هم میزنیم. حالا یه سیر رو که نگینی خورد کردیم به مرغا اضافه میکنیم. حدوداً 2-3 قاشق غذاخوری فلفل دلمه رنگی خورد شده هم میریزیم و 5-6 دقیقه با مواد دیگه‌مون تفتشون میدیم تا وقتی که مرغامون تقریباً بپزن. حالا وقتی مرغامون تقریباً پختن، قارچه‌ای که خورد کرده بودیم هم به موادمون اضافه میکنیم. یه کوچولو آب لیمو هم میریزیم روی قارچه تا خیلی سیاه نشن. بعدم با حرارت متوسط تفتشون میدیم تا آب قارچمون کشیده بشه و مواد میانی بورکمون آماده شه. آخر سرم حرارت رو خاموش میکنیم تا یکم خنک بشه و میریم سراغ پیچیدن بورکامون. واسه بورک ما خمیر یوفکا میخوایم که وقتی که یخش کامل آب شد میتونیم ازش استفاده کنیم. حتما هم روی خمیر رو با یه پارچه میپوشونیم تا خمیرمون خشک نشه. حالا یکی از خمیرها رو برمیداریم و از موادی که درست کرده بودیم همونجور که داریم میبینین میریزیم روش. یه مقدارم پنیر پیتزا میریزیم که بورک رو خیلی خوشمزش میکنه. بعدم دو طرف خمیر رو با دستمون جمع میکنیم و همونجور که داریم میبینین بورک رو میپیچیم. انتهای خمیر رو هم با یکم آب خیس میکنیم تا روی بورکمون بچسبه. حالا وقتی پیچیدن بورکامون تموم شد، داخل یه قابلمه کوچیک مقدار روغن میریزیم جوری که بورکا داخل شناور بشن و صبر میکنیم که روغن داغ بشه. بعدم بورکا رو با حرارت کم سرخشون میکنیم. وقتی هم که یه طرف بورکامون سرخ شد میچرخونیم تا اون یکی سمتش هم کامل سرخ بشه. آخر سرم بورکایی که سرخ کردیم و میذاریم توی توری تا روغن اضافیش گرفته بشه. و تمام. این شما و اینم بورک مرغ و قارچ خیلی خوشمزه ما. حتما امتحانش کنی. نوش جونتون.